شما چرا جلوی این طالبانیزه کردن از خودتون نمیگیرید؟ سینا اشتی میپرسه چرا اینقدر هزینه سنگینی به خاطر مسائل فرهنگی میدین؟ اینطور نیست که همیشه زمینه دعوا میشه فرهنگی و شما تو اون زمینه از پیش باخته هستین، چون اساسا مسائل مردم رو نمیشناسین و بین مردم نیستید. جواب شما به این چی آیه ثابتی؟ خب من این پیشفرض ها رو خیلی دقیق نمیدونم آیه علیزاده، به خاطر اینکه اگر معنی این سوال اینه که ما باید از اصول و اعتقادات خودمون 100% عدول بکنیم کوتاه بیایم، من گفتم ما به دنبال کسب قدرت بر قیمت نیستیم. خب این پاسخ خیلی واضحه. اما اگر به این معنیه که یک هزینه های اضافه ای رو با رسانه، با تختی، با تحریف به ما تحمیل میکنه، اینو مفصل سایش صحبت کردیم، گفتیم مثلا تو با فیلترینگ و تو مباحث مختلف دیگه، اول شما فیلماش هم نشون دادید، توییتاش هم نشون دادید، دیگه همه دیدن دیگه، خب اونها رو بازی روانی دارن میکنن. حالا من که دیگه مسئول بازی روانی بقیه نیستم که اونو با هر کسی میتونه این کارو انجام بدن، اون ترور رسانه، ترور شخصیتو هر وقت با هر کسی میتونه انجام بدن دیگه، خود مخاطب باید در واقع اون جریان ها رو بشناسه و بتونه یه تمیز قائل بشه بین اصل ماجرا و روایت تحریف شده اون رسانه. چون الان یه بحث خیلی ساده این بود که میگفتن اگه الان اون برنده انتخاباتم بودن، اولین کار بازگرداندن انتخاب گشت ارشاد. به خودشون هم میگن، میگن ما از اصول کوتا نمیام، بالاخره بخش جامعه اینو نمیخواد دیگه، درسته؟ نه، گشت ارشاد اصول ما نیستش که، گشت ارشاد اصول ما نیستش که. من بارها گفتم گشت ارشاد آخرین حلقه است برای بحث، اصلا گشت ارشاد قرار نیست وضعیت حجاب بهتر بکنه، که اون یه بحث دیگه یه بینه که پلیس یه ضابط قانونی برای اجرای قانون. شما در مورد فوت خانم مهسا امینی موضع مستقیم گرفتید؟ موضع سری؟ چون تو چیزی که از برنامه شما مثلا. چیزی که از برنامه شما خاطر مخاطب هست این که آقای کچویان اومدن گفتن که زن هرزگی فلان، ولی آقای پزشکیان رفت تلویزیون گفت که این نباید بچه ما کشته شه فلان. منظورم اینه که تو ذهن جامعه اینه و من قرار نیست مواضع پوپولیستی بگیرم که همه خوششون، من باید مواضع حقیقی بگیرم. حتی اون آقای کچویان خوش یه مهمان بوده، هرچی آقای کچویان گفته لزوما به این نیست که من مثلا 100% با همه جمعه من گفت من برگ نگم، من موضع خودم حتی با زنزنه یازدی میتونم بگم دیگه، بفهم. من در تو خودم بگم، من که سخنگوی آقای کچویان نیستم که، یا هر کسی دیگری. ما تو برنامه اون افرادی میامدن موازه میگفتم و بخشش موافق بودم بخشش مخالف بودم. من در تو با زنزنه یازدی معتقدم که یک طراحی پیچیده چند جانبه امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی علیه مردم ایران بود که پوششش مسئله حجاب و مهسا امینی این مباحث بود، و بعد از 3-4 ماه مشخص شد که اصلا ماجرا چیه. خب حتما بنده ای که ماجرا رو فهمیدم نمیام جوگیر بشم مثل بقیه بیام بگم آ دختران ما رو دارن میکشن و دارن میبرن اینها، و من برای این که این ماجرا باش کار واقعی انجام بدم به رسانم اکتفا نکردم. من بالای 50 تا مدرسه رفتم صحبت کردم، چه زمانی که تو رسانه بودم چه زمانی که در مجلس، نه بازم این کارو انجام میدم. یعنی میخوام بگم که من با پدیده ها قرار نیست پوپولیسی رفتار بکنم، یه طوری دوتا موزه رو هوا بگیرم طوری که مخاطب خوشش بیاد، بعدم مثلا بگم خب من به وظیفه عمل کردم. من وظیفه من اگه کاری رو معتقدم درسته برم تا تهش مؤثر اون رو انجام بدم. همون ماجرای زن زندگی آزادی بنده معتقدم یه پروژه پیچیده بود برای زدن کل کشور ایران به تبعش نظام جمهوری اسلامی، و برای اون کار واقعی انجام دادم. من رفتم تو مدارس حرف زدم، الانم میرم بازم میرم، از توش کتاب در اومد به شما مختلف. من میگم شما به شکلی صورت مسئله رو پاک میکنید، مثلا اون بحث حالا حضور در تلویزیون. شما معتقد نیستین که بخشی از جامعه ایران ارزش‌هاش متفاوته؟ شما ارزش‌ها و نگرش‌های سال 1401 رو دیدید دیگه، درسته؟ متکثره، بله. ارزش‌ها و نگرش‌های 1401 نشون میده که بخشی از جامعه از استفاده از نیروی قهری توی بحث حجاب بدش میاد، و اگر شما بگید که من میخوام به زور برش میگردم، این باعث میشه که جامعه وسط درست دو قسمت بشه، درست مقابل هم قرار بگیرن. برای همین هم هستش که رهبری اومد قضیه رو سعی کرد که التیام بده و بشه گفت آقا فعلا امنیت ملی مهمتر از اینه که حالا سلیقه این بخش بر اون بخش بچربه. پزشکیان میاد نماینده بخش میشه، ولی شما رو ما به عنوان کسی که میخواد، میگم توی یک از برنامه‌هاتون مهمان میاد برگ نگه میداره، مهمان دیگه میگه زن هرزگی و غیره، و خودتون همین الان به رغم گذشت 2 سال میگی آقا همش طراحی امنیتی بوده. یعنی هیچ جایی نبوده که بالاخره بخشی از جامعه هم یه هفته اولش، در روز اولش قبل از اینکه کار به کشتن برسه تو خیابون و غیره، یه جایی هم جامعه بگه آقا منم احساس خوبی ندارم از گشت ارشاد، منم مخالفم. این نبود اصلا. این شما هیچ همدلی با اعتراضات اجتماعی نداشتید، حتی در سطح اعتراضات مجازی مثلا؟ خب حالا این که پرسید، من بخوام توضیح بدم و یه ساعت صحبت بکنم، من یه کتابی حاصل همون ماجرای سال 1401 که رفتم تو مدارس به اسم بدون روتوش با دهه 80 ها،
من مفصل رو اینا بحث کردم، فقط نمیدونم چطور به دست شما برسونم، چون حالا اینا که ایران هستن میتونم من کتاب بگیرن مفصل بخونن. حالا یه موقع یه نفری از دوستان مملندن من اون کتابو هدیه میدم برای شما، بیاره شما بگیره شما شما که چی بتونی کردی. شما که قدرت دارید منو دعوت کنید بیام ایران و به هم به شکلی به قول معروف به دوستانتون. الان جدی شما بخوای برگردی ایران مشکلی هستش به لحاظ قانونی؟ قانونا که من این وجود نداره، قانونا که من کاری نکردم، ولی من تو همه انتخابات دیدم که انقدر واقعا چند دستگی بین گروهای درون قدرت هستش که واقعا خیلی حساب کتابی بر نیستش. یه گروه میگه آدم بیگناه بوده، که میگه نبوده، ولی حالا میشه بهش فکر کرد. بذار من برگردم به سوال پایانی. پس شما معتقد نیستید که ما میتونیم به صورت در واقع این هزین این سلاح طالبانی کردن رو ازشون بگیریم؟ چون من خودم فکر میکنم که من چرا میشه، قبول دارم، قبول دارم، باید این کارو انجام بدیم. من نمیدونم نباید این کارو بکنم. چطوری؟ من به نظرم یه راهش اینه که ما با طیف‌های مختلفی که شاید در حداقل ظاهر احساس میشه که خیلی با ما فرق دارن، باید بیشتر حرف بزنیم، حتی تو رسانه حرف بزنیم. این پیشنهاد من اینه. شما تا حالا خودتون میگشت ارشاد اعتراض کردید؟ من شما منو میشناسید، من تو دوره زن زندگی آزادی به رغم انگلیس بودم، تهدید مرگ میگرفتم، اومدم وجوه امنیتیشو گفتم، گفتم کجا موساد وارد شده، کجا داره آمریکا و اتحادیه اروپا وارد میشه، اصلا قضیه خورده به ژئوپلیتیک و دعوا با جنگ اوکراین، دیگه ربطی به خیابون و حجاب نداره. خب اینا رو همه توضیح دادیم، ولی اولش هم یه دادی زدم که آقا مهسا امینی اگه بچه پولدار بود، بالا شهر بود، توی اون لواسان، یه دادی هم زدم، ولی جامعه از شما، ما از آقای جلیلی، از اطرافیان آقای جلیلی، اون داده رو تا حالا یادش نیستش بگه آقا نزن، آقا نزن، چماق نزن. شنیده که میگید بله راه فرهنگی و استفاده چه مثال خوبی زدی آقای علیزاده، باریکلا، یعنی کمک من کردی، چرا چیزی که من یادم رفت و یادآوری کرد. ببین من اون دعوا رو چون دارم تو محل نزاع اصلیش میبینم، اصلا گشت ارشاد نمیدونم ماجرا رو، برای این اصلا اگه بخوام بیام ادای پزشکیان رو در بیارم، بیام بگم آقا دختران ما رو نزنید، اصلا احساس کنم دارم دروغ میگم به جامعه، چون اصلا من دعوا رو اونجا این نمیدونم. من یه طراحی پیچیده برای تجزیه ایران میدونم، اونو برای زدن کل ایران میدونم، به تبعش هم نظام جمهوری اسلامی. حالا من یهو خودمو به یه راه دیگه بزنم، میگم چون مردم ممکنه بخشی خوششون بیاد، پشم خودمو بزنم به مثلا یه مسیر دیگه، حواسم مثلا میگم مردمو نزنید، بابا اصلا آدرس غلط دادن، تو باید به مردم بگی بابا اصلا دعوا سر چیز دیگه است. بله من انتظارم اون چه خطا بکنه. مگه آقای خامنه ای نمیگه که اگه زخم نباشه مگس نمیشینه؟ اگه آقای رئیسی توی تیر 1401 به رغم انذار همه مشاوران خودش که اشتباه ارشاد برنگردونده بود، حداقل اون سوراخ بسته میشد، بعد مثلا دنبال چیز دیگه، دنبال دعوا تو کردستان میرفتن، یه مسئله تو بلوچستان پیدا میکردن، ولی حداقل اون رو شما با من همه حرفم اینه که شما این جامعه از شما حافظه ای نداره که یه جای موقعی مقابل یک از اشتباهات یک از دستگاه و ارگان های نظام هم یه اعتراضی کرده باشی. به نظر شما رو همدست برای میگه که ثابتی، رسائی، فلانی، اینا نمادهای تندروی اطراف جلیلی هستن. خب شما میگی من نیستم، به من نشون بده یه فقره بگی آقا الان سیانت مسئله ما نیست، تلگرام ببندی و اینستاگرام باز میشه که صد برابر خطرناکتره. خب اون یه جایی نشون بده که شما یا آقای جلیلی مقابل یک از این سیاست های پرهزینه نظام وایسید. گفت توی فیلترینگ توییتر توجیه ندارد. این دیگه از این واضحه است، من خودم رو از ایشون میگم، چرا نمیذارین این حرفا شنیده بشه؟ چون پروژه چیز دیگری است، چون طراحی های زمین بازی دیگه ای داره. آقای جلیلی رسما اعلام کرد، گفت به نظر بنده فیلترینگ توییتر توجیه نداره. اتفاقا تو همین انتخابات من دیدم وقتی افرادی که با تیپ های مختلف می اومدن با جلیلی عکس می گرفتن، سلفی می انداختن، همین نمونهش همین عکس پوستر برنامه امشب که شما انتخاب کردین، عکسی که با جلیلی بود، خانم داره باش سلفی میگیره، اینها رو بیشتر جایی که سانسور میکرد کی بود؟ همینایی که میخوان این برچسب طالبان رو بزنن. میخوام میگم که اتفاقا فکت های زیادی وجود داره در رابطه با این قضیه، ولی خب بالاخره اونها با رسانه سعی میکنن این شنیده نشه. دیگه ما چیکار کنیم دیگه؟ الان شما من پیشنهاد من چیکار بکنم؟ الان من خدا نکرده بیام الان پیشنهاد بده من برم انجام بدم کاری که من قبول داشته باشم. ببین من آدم صادقی ام، نمیخوام مردمو گول بزنم. خب و نه منم پزشکیان قشنگتر میتونم شعار بدم، صدام از اون قشنگتر حرف زدن اون بهتره، ولی باید باور داشته باشم. آقای خامنه ای گفت اون دختر وقتی که
اون دختر دل ما هم برایش سوخت. خب یعنی سعی کرد که با احساس عمومی جامعه همدلی کنه. خب شما دو بار چیزی گفتی امروز، گفتی آقای جلیلی اگر جامعه ارزش‌های اشتباه هم داشته باشه ولی این کارو نمی‌کنه. آقای جلیلی که نمی‌خواد بیاد به شکلی مثلا یه مرجع تقلید شه، یا مثلا می‌خواد یه فیلسوف عزلت نشین شه که حقیقت دستشه، رئیس جمهوره، یعنی باید بتونه با جمهور ارتباط گیری کنه و بتونه نبض احساسیشون دستش باشه. خود آقای خامنه ای که رهبر ولی فقیه، تازه بعد یه جاهایی بتونه راه رو نشون بده، بگه اون راه غلطه. وقتی سال 92 دید که جامعه به سمت برجام رفته، نیامد اینجوری بگه من نمیذارم. خب اومد سعی کرد که به قول خودش نرمش قهرمانانه کرد. سوال اینه که بالاخره شما با خواست اکثریت نباید بگی آقا من میپذیرم شما راستی، ولی باید یه جوری ارتباط بگیری، اصلا این خودت رو تو اونور کنی، بگی من نمیشنوم هیچی. الان شما دارین نماد گشت ارشاد میگی اصلا طراحی پیچیده‌تر ندادی، البته حرف غلطی نگفتی شما، ولی جواب سوال من ندادی. اینه که وقتی اتفاق میفته که جامعه جریحه‌دار شده احساسش، صادقانه با شما هم صحبت میکنم، من الان تو بحث حجاب من معتقد به حجابم، خب از رو تعصبم اعتقاد ندارم، از روی عقل بهش اعتقاد دارم، از روی فطرت بهش اعتقاد دارم، دلیلم زیاد دارم براش. خب هیچ پیشفرض یا منفی هم به افرادی که حجابشون کامل نیست ندارم که بگم نه اصلا اینا قابل گفتگو نیستن، همشون با گشت ارشاد هدایت کرد، اینا دیگه از دست رفتن، جاش تو جهنم، ما میریم تو بهش. من دارم به شما پیشنهاد میدم، یعنی از شما خواهش میکنم به من پیشنهاد بده که آقا ما الان بخشی از جامعه اینا، حتی شاید باورت نشه، بخشی از کسایی که تون خود مجلس من رأی دادن هم همین تیپا بودن. من بچهای سر صندوق به من میگن گفتن مثلا بعضی وقتای قیافه‌ای میمدن وارد حوزه انتخابی میشن، ما اصلا شکش اینا رأی میخوام بدن یا نه، میدیم تک رأی طرف نشه مثلا ثابت انداخت تو صندوق اومده بیرون. حالا من حرفم اینه، من باید چیکار بکنم اینجا؟ شما پیشنهاد بده در جاهایی که جامعه احساس رنجش داره، اصلا کار سیاستمدار اینه که التیام بده. شما وقتی که لرستان سیل اومد، بچه حزب الله رفتن اونجا، خیلی معتقدن که اینا کمک زیادی هم نکردن، ولی رفتنشون یعنی نشستن روی درد مردم، یعنی همدلی کردن با جامعه و خود این تصویر رو عوض میکنه. رئیس سپاه رفت تو گرگان، تا اینجا رفت روی شما تو نه شما بگید برای همدلی چیکار کنی، یعنی من فردا میام چه موضع بگم. ببین من صادقانه دارم میگم، برای بار چندم تکرار میکنم، من اعتقاد به حجاب دارم، نمیتونم بیام بگم برای اینکه بخوام فقط همدردی بکنم. من میخوام من برای شما برنامه میذارم، چون تو پیشنهاد خوب دادی حجاب رو دیگه برداریم بره. نه من اعتقاد ندارم به این حرف، اینو اصلا دروغ میدونم. ما در همین جدال برنامه میذاریم، شما دقیقا بیاین اینها رو ببینید که به عنوان انسان وجود دارن، باشون حرف بزنید، صداشون رو بشنوید، حرفاشون رو بشنوید، جوابتون هم بدید. خب ولی بشینید با چهار تا آدم جوان ایرانی داخل ایران، نه در آلمان، خب داخل ایران که چهره شون اگر چیزی باشه طبق قوانین بعد مثلا به شکلی مجازاتشن، باشون بشینید حرف بزنید. خب خیلی من 50 تا مدرسه رفتم که حداقل 30 تاش دختران رو با این جوونا مفصل ساعت‌ها صحبت کردم، چیکاری باید بکنم؟ من صادقانه کار کردم. ما می برنامه براتون تو جدال میتونیم در مورد این قضیه که بتونیم باشون صحبت کنید. خب به عنوان سوال پایانی با اون برنامه آقای جلیلی، من همینجا ازتون قولشو میگیرم، آقای جلیلی رو میاریم با این دوستانی که بهشون رأی دادن، دوستان متفاوت، با ایشون صحبت بکنم و تلاش بکنم که ایشون ان شاءالله اگه پذیرفت شما هم دوستان بیاید ویدیو کنفرانسی باشه. حتما. حالا اگه ایشون قبول نکنه من نمیدونم. ببین من آقای جلیلی بگم ایشون خودش شخصیت مستقل داره، اینطوری من هرچی گفتم ایشون بگه چش، چون بعضی ها اصلا اینطوری مشاورینشون میچرخونن ایشون. آقای جلیلی اینطوری نیستش، خودش بالاخره یه هویتی داره، یه شخصیت مستقلی داره. ولی حرف من اینه چش، من این کارو انجام میدم، با ایشون طرح مسئله میکنم، امیدوارم که ایشون بپذیره، شما هم با اون عزیزان صحبت بکنید، ایشون هم یه صحبت ویدیو کنفرانسی داشته باشن. ویدیو کنفرانس این چه این پخش یا نه مردم بشنن و مردم محرم باشن یا نه پخش تو جدال اخش بشه دیگه. آره یه بحث 3-4 نفره قرار نیست بشه بحث خود شما هم تو مدرسه نری حرف بزنید، خود شما هم بیاین تو جدال یا جای دیگه، نمود رسانه‌ای، نمود عمومی، یعنی از سایه بیاین بیرون توی آفتاب در حضور مردم در رسانه. خب